بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها همانطور که مستحضرید آن است که یک فضای سالم همراه با خرد پروری و محبت و شفقت فراهم بکند که ما همگی بتوانیم به کمک همدیگر یک راه‌حل‌های اصولی، بنیادی و جامع برای مشکلاتی که به صورت فردی، اجتماعی و یا تشکیلاتی در عالم موجود هست به اونها بپردازیم و بدون غرض، تعصبات و یا هر گونه اعتقادات که فارغ از عقل و درایت است به اونها توجه بکنیم. این برنامه ها به هیچ گونه حزب مذهبی و یا سیاسی تعلق ندارد. این برنامه ها توسط بنیاد غیر انتفاعی Human in the Making Foundation که به یک عبارت ساده یعنی بنیاد انسان یا بهتر بگویم انسان شدن به شما تقدیم می شود. تمام مخارج این بنیاد توسط شما عزیزانی که معتقد هستین که این برنامه ها مفید هست تأمین میشه و بنابراین امیدوارم که شما هر نظری و هر ایده‌ای که دارین ما رو محروم نکنید. اما برنامه امروز و مهمان امروز، میدانید یکی از مشکلات بنیادی که ما داریم در این عالم آن است که از یک حقیقت همیشه غافل شدیم و اون حقیقت وجود خودمان هست، یعنی من کیستم، من چیستم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میرم، چگونه میرم، آیا جایی هست که من دارم میرم، آیا من آمدم که چند روزه حیات به مثابه بعضی از حیوانات و یا شاید گروه های مختلفی که به زینت زندگی مزینن فقط روی زمین راه برم، غذایی بخورم، پولی بیاندوزم، ثروتی و مقامی کسب کنم، یا آنکه من یک موجود عزیزتری هستم، آیا عزت من در چیست؟ من کی هستم؟ من چی هستم؟ و ارزش این سوالات واقعا چیست؟ نفعش چیست؟ و برای آینده بشریت آیا این سوالات مهم هست یا خیر؟ مهمان عزیز زبنده که من مفتخرم برای اولین بار ایشون رو در این برنامه داشته باشم با نهایت درجه افتخار، صاحب ویژگی های خاصی هستند که من کمتر ناظرش بودم و از این جهت است که افتخار می کنم که با چنین نفس نفیسی اولا آشنا شدم و در ثانی افتخار دارم که باشون همکاری بکنم. ایشان خانم فریماه شهراز هستن، دکتر. من ازشون خواهش کردم که یک مقدار در مورد خودشون برای بنده مرحمت کنن، بنویسن، و وقتی که من این رو دریافت کردم اول باورم نشد. چرا؟ چون اکثر کسانی رو که بنده باشون همکاری میکنم در یک رشته های خاص ویژه‌ای در حقیقت خدمت میکنن. این شخص بزرگوار جدید یعنی فریمه خانم عزیز، من فقط مختصر و
مفید میخواهم یک مقدار در مورد ایشان بخوانم و بعد نتیجه بگیرم که چه نفعی داره این ابعاد مختلفه برای بحثی که ما میخواهیم شروع بکنیم. فارغ تحصیل حقوق هستن در ایران، فوق لیسانس حقوق هستن از UCLA، ایشان همچنین دکترا در حقوق دارن از سان دیگو یونیورسیتی. ایشان همکار بنده هستند در رشته روانشناسی، در حقیقت هم فوق لیسانس و هم دارای دکترا دارن در روانشناسی از یکی از معتبرترین دانشگاه های امریکا، شیکاگو پروفشنال اسکول آف سایکولوژی. در UCLA و در پپردین یونیورسیتی فعالیت های تحقیقی دارند در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی. ایشان تدریس کلاس های خودشناسی دارند با استفاده از منابع حکیمانه و عرفانی مانند شاهنامه، مثنوی، مولانا و سایر منابع. تفسیر شاهنامه رو به عهده دارند در رادیو همراه. گفتار ماهانه در مورد حکمت شاهنامه، عرفان و خودشناسی در UCLA و همچنین ایشون خواننده هستند، خواننده موسیقی ایرانی و یه هدف خاصی هم دارن و اونم آن است که با احقاق حقوق نسوان موافقن و با این که حق کشی از اونها میشه خاموششون میکنه و سعی میکنه زن رو به عنوان یک موجود دست دوم در عالم تلقی بکنه. مخالفت میکنن، همونطور که بنده مخالفت کردم و همه مخالفت میکنن. ایشون مربی صدا سازی، آموزش فنون خوانندگی هستند. چرا این مهمه؟ به خاطر اینه که وقتی انسان ها از ابعاد مختلفه به قضایا نگاه میکنن، در مورد هر موضوعی که باشه، هر قضیه‌ای که باشه، چنین فردی از تفکراتی برخوردار میشه، احساساتی برخوردار میشه، عواطفی رو انتخاب میکنه که اولا خالی از تعصب باشه، خالی از افرادگری باشه، بنیادگری باشه و بنابراین میتوان به دیده او اهمیت داد و از او یاد گرفت. با نهایت درجه افتخار مهمان عزیز بنده خانم دکتر فریما شهراز، خیلی خوش آمدین. درود بر شما آقای دکتر، سپاسگزارم. شرمنده شدم از محبت و مهر شما عزیزان. همطور که در اول رزومه خودم برای شما فرستادم، اصل بر انسان شدنه. امیدوارم که در این راه بتونیم موفق باشیم که انسان بشیم، همونطور که بحث امروز ماست درباره خودشناسی و انسان شدن. سپاسگزارم از شما و درود میفرستم به بینندگان و شنوندگان برنامه اندیشه پرور شما. در خدمتون هستم. قربان شما. من حقیقتش اونطوری که لازم و واجب بود ذکر اوصاف شما رو نکردم، چون فقط این مقدمه بود و چون قرار هست که هر ماه حداقل سومین هفته هر ماه اونطوری که توافق کردیم بنده در خدمت شما باشم و به همکاری یک دیگر یک دیدگاه های جدیدی رو باز بکنیم. فریما خانم، اولین سوالی که به ذهن من میاد آن است که اصلا خودشناسی آیا یک پدیده جدیدیه، موضوع جدیدیه، یا همیشه در عالم از زمانی که بشر به خودش اومده این موضوع مطرح بوده و چرا اهمیت داره؟ بله،
بله، طرح سوال شما این رو به من نشون میده که خودتون آشنایی کامل با این موضوع دارید. بله دقیقا، اندیشمندان و بزرگان ما مهمترین دغدغه و در واقع دل مشغولیشون این مسئله خودشناسی بوده از دیرباز، برای اینکه وقتی ما به تاریخچه این بحث میرسیم که ببینیم از کجا آغاز شده، به خیلی پیش از سقراط حتی مراجعه میکنن و اون در واقع بزرگان و اندیشمندانی بوده که فلاسفه غرب از اونها تأثیر پذیرفتن و خود شما در جریان هستید که حکمت خسروانی ما، فرزانگی باستانی ما در واقع به دلایل با شواهد بسیار زیاد و پژوهشگران به فلسفه راه پیدا کرد و نظر اونها رو هم به این مسئله مهم جلب کرد. زرتشت بزرگ که نماد اون در واقع حکمت خسروانی ماست، از ابتدا و همچنین کریشنا که شما میشناسید این شخصیت بشری رو، اینها همه بشر رو به خودشناسی دعوت کردن، به دلیل اینکه ابتدا ضرورت این رو برای بشر تشخیص دادن. فرض فرمایید در 5000 10000 سال قبل بشر اولین باری که به این آگاهی رسید که میخواست بدونه درباره راز حقیقت هستی، درباره رمز و راز هستی، در پی این اومد که بشناسه طبیعت رو و همه علوم رو که در اطرافش بود کشف کنه و حتی روابط بین این علوم رو پیدا بکنه و هدف اصلی رسیدن به آرامش و رسیدن به یک شادی بود برای بشر، چون به هر حال در زمانهای مختلف تاریخی بشر با طبیعت و همچنین بعد از اون با حتی با خودش به هر حال به جایی میرسید که احتیاج داشت که به آرامش برسه و شادمان باشه، برای اینکه در معرض خطرهای زیادی قرار میگرفت. و وقتی که صاحب اندیشه شد و به این آگاهی رسید که باید خودش رو به یک طریقی حفظ کنه و روحیه خودش رو نگه داره، پس از اینکه به هر حال در کشف علوم پیشرفت کرد، اما همچنان خودش رو در یک وادی سرگردانی از خود بیگانگی سرگردان دید و قرار بود که همه داشته های بشر، همه اون چیزهایی رو که به خودش افزایش میده از نظر دانش و علوم و یا ثروت و هر چیزی، بر آرامش و شادمانی اون افزوده کنه، اما گویا این انجام نمیشد و در نتیجه بشر همچنان در پی پاسخ به این سوال بود که راه حل نجات بشر و رهایی بشر برای جدا شدن از این خود بیگانگی چیست. اندیشمندان متوجه شده بودند که عوامل بیرونی بسیار درخشش دارن و میتونن بشر رو، تمرکز بشر رو به خودشون معطوف کنن و هر چقدر که انسان‌ها به بیرون از خودشون تمرکز می‌کردن، از دنیای درون خودشون بیشتر دور می‌شدن و داشته‌های خودشون رو بر کیفیت در واقع بودن‌های خودشون گم می کردن. در واقع بودنهاشون در داشته هاشون گم می شد. در پی این کاوشی که بشر داشت برای پیدا کردن این راه حل، بزرگانی به نتایجی رسیدن. کریشنا در کتاب گیتا به ما میگه که خودشناسی آغاز کشف حقیقت و رمز و راز هستی است. در نهایت انسان باید به عشق برسه و باید از راه عشق بتونه به یکدیگر محبت کنه، خدمت کنه، مهرورزی کنه، در واقع دارای فضیلت‌های انسانی بشه و از این راه فقط بشر میتونه به اون آرامش و آسایش برسه، چون عوامل بیرونی
در واقع تمرکز از در عوامل بیرونی وقتی انسان رو از اصل خودش و جوهر وجود خودش و گوهر خودش جدا میکنه، این معضل رو برای بشر به وجود میاره که گرانبهاترین چیز در واقع فاکتوری که رکنی که میتونه به اون ارزش و قیمت خودش رو با اون بسنجه و خودش رو بی ارزش و بی قیمت ندونه، اون گوهر وجود خودش هست و حتی با گرفتن دانش‌های بسیار هنوز میتونه، چون ارزش وجودی خودش رو نمیشناسه، میتونه بازیچه دست سیاستمداران و قدرت طلبان بشه و خودش رو در واقع ارزان بفروشه. گوهر وجود خودش رو نشناسه و دارای استقلال فکر و عقیده نشه. اگر که بزرگان ما چون بر اینه که کسانی که جوهر وجود خودشون رو نمیشناسن، به خودنگری، خودشناسی و خودسازی نرسیدن، با همه دانش هایی که دارن باز هم انسان هایی هستن که به همین دلیل که قدر و قیمت خودشون رو و عظمت وجود خودشون نمیشناسن، میتونن که متملق بشن، چاپلوس بشن، بازیچه بشن و تحت تاثیر تبلیغات قرار بگیرن و سرگرم به عوامل بیرونی بشن تا اون حد که کاملا بر اساس خواسته های دیگران عمل کنند و رفتار کنند، بر اساس براورده شدن امیال و خواسته های صاحبان قدرت و قدرت طلبان رفتار کنند و در عمل برده اونا بشن. پس میبینیم که دانش افزایش دانش و همچنین افزایش جنبه های دنیایی جوابگوی مشکلات و افسردگی، نگرانی و رنج و اندوه بشر نشده در طول تاریخ. بله، من والا شما هم اول و هم آخر و هم سبیل رو توصیف کردین فریما جان عزیز. کریشنا رو که شما شروع کردین و انشالله میریم به سمت زرتشت و اینها، خیلی جالبه که این کتاب رو شروع میکنه، یعنی این 18 فصلی که داره، با تعریفش از خود یا من تحت عنوان من مجازی و من حقیقی. و من تصورم اینه، نمیدانم نظر شما چیست، که من مجازی همون منی هست که با عوامل و قوای خارجی توصیف میشه و تا حدی انسان رو غافل میکنه که حتی از حقیقت وجودی خودش هم غافل میشه و شاید در حقیقت باورش میشه که حقیقت همون عوامل خارجیه و به همین دلیل کریشنا اون رو به مثابه یه چاهی میدونه که هر چقدر شما میری پایین تر، شما در حقیقت خلع رو بیشتر میبینی، افسردگی رو بیشتر میبینی، وابستگی های بیمارگونه رو بیشتر میدونی. و جالبه، من این نکته رو میخواستم شما روش تأکید بفرمایید، که کریشنا در مورد جنگ حرف میزنه، جهاد. یعنی این شاید اولین کسی است فریما خانم که اصلا قبل از اسلام و این برداشت غلط از جهاد میاد بحث جهاد رو، فایت، وور رو، وقتی به ارجونا اون در حقیقت اولین پیروش بوده، میگه بجنگ شاگردش. شاید بله، این را اگه توضیح فرمایید که این جهاد، جهاد با اون همون من خارجیه. بله بله، دقیقا. خیلی سپاسگزارم، خیلی نکته خوبی آقای دکتر اشاره فرمودید. بله، اگر که معمولا ببینید که وقتی میخواییم خودمون رو به کسی معرفی کنیم، معمولا خودمون رو با چیزهای همینطور که فرمودید در خارج، هویتمون رو با اونا یکی میکنیم و خودمون رو با اون عوامل معرفی میکنیم. من اینم که تحصیلاتم اینه، من اینم که ثروتم اینه، من آنم که مثلا کسی که زیباییشونه. به هر حال اینها آریه‌ای هستن که بر ما نصب شدن. اگر
اینا همه پس گرفتنیه. اگر اینها رو از ما بگیرن چی در حقیقت وجود ما باقی میمونه؟ هیچ، پوچ، چیزی بر ما باقی نمیمونه. اینجاست که بشر به یک آگاهی باید برسه، در واقع یک پیش آگاهی باید داشته باشه که بره اون حقیقت خودش رو، اون خود حقیقی خودش رو، اون من، اون حقیقت وجود خودش رو پیدا کنه و خودش رو با اون بسنجه، با اون معرفی کنه. من کیستم؟ خواسته های من چیه؟ نیازهای من چیه؟ شوق من کجاست؟ نکات قدرت من کجاست؟ نکات ضعفم کجاست؟ بسیار بسیار ساده است، اما داشتن این آگاهی به هر حال یک، در واقع یک آگاه شدن و یک دانشی مخصوص خودش رو میخواد که انسان یک مقدار فراتر از این جلوه های دنیایی فکر کنه و بتونه متوجه بشه که زندگی ما همطور که فرمودید فقط خور و خواب و شهوت نیست. این رو موجودات دیگه دارن به زیبایی تمام انجام میدن، غریزی دارن انجام میدن و بسیار مفیدن برای همدیگه و برای طبیعت. و انسان به دلیل داشتن تفکر، قابلیت تفکر، در واقع قرار بود که چیز زیادی به طبیعت افسوده کنه و خودش رو روز به روز بر فضیلت‌های خودش افسوده کنه و خدمت کنه به خودش و طبیعت. اما متاسفانه این دیگه بر همه آشکاره دیگه، جای تعارف نداریم ما انسان‌ها با هم، که بشر به این درجه نتونست برسه و حتی در جهت تخریب خود و تخریب طبیعت به اصطلاح پیشرفت کرد، پسرفت کرد در واقع. این اندیشه برای بشر به وجود میاد که من کیستم. با داشتن این آگاهی، اولین سوال که برای ما پیش میاد اولین آگاهی ماست، همطور که برای بزرگان و اندیشمندان ما پیش آمد. هدف من از زندگی در این دنیا چیست؟ برای چه اینجا آمدم؟ به کجا میروم؟ همونطوری که خیام بزرگ، فیلسوف، ریاضیدان، موسیقیدان و دانشمندی که جهانیان ارزش و قدر اون رو خیلی بیشتر از ما میشناسن و میدونن، بعد از اینکه به همه این علوم آراسته شد، بعد با کلامی بسیار ساده، در رباعیاتی بسیار شیرین و نغز اما بسیار پایدار و استوار بیان کرد که هدف ما در این دنیا چیست و به این آگاهی رسید که پیچیده ترین مفاهیم فلسفی رو با ساده ترین کلمات برای استفاده عموم، برای اینکه همه از اون متوجه بشن، آورد و مفهوم زندگی رو آورد که وقتی خودشناسی میکنیم، وقتی به خود مینگریم، خود حقیقی خودمون رو پیدا میکنیم، اون وقت ما گنج مسلم رو در دست خودمون میبینیم و برای اون قدر و قیمت قائلیم. و اون چه که ما رو نجات میده اینه که ما ارزش لحظه هایی که در اون داریم زندگی میکنیم رو بدونیم و بدونیم که اگر با غم و اندوه و افسوس و دریغ و این مسائل که اصلا جایی نداره در حقیقت و حقیقت هستی، اینها رو هدر بدیم، اون گنج رو در واقع از دست دادیم. بنابراین من زیاد به حاشیه نرم، این خود حقیقی ما پشت اون خود آریه‌ای که از عوامل بیرونی است در واقع مخفی میشه، خودمون رو پشت اون قایم میکنیم، برای اینکه روبرو شدن با اون خود جوهر خود بسیار کار دشواریه، بسیار کار خوفناکیه. خیلی وقتا انسان ها چون خودسازی نکردن از روبرو شدن با اون بسیار در حراسن. مولانا اعتقاد داره که این برخورد با خود بسیار کار مهم و حراسناکیه و باید انسان به اون درجه آگاهی برسه که بتونه با خود خودش روبرو بشه و بخواد که اون رو به اون برسه، به اون رسیدگی کنه، بتونه
وقتی که بشناستش میتونه به اون برسه در واقع، و اون رو به درجه ای برسونه که دیگه با اون دوست بشه، اون رو دوست بداره و باورش کنه. شما برای چیزی که زحمت میکشید براتون با ارزش میشه، براتون زیبا میشه، اون رو روز به روز زیباتر کنه و وقتی اون رو دوست داشته باشه و در نهایت عاشق اون بشه و این وجودی که عشق رو به در وجود خودش میاره، نهال عشق رو در وجود خودش میکاره، اون وقت میتونه با دید عاشقی به دنیا نگاه کنه، با عشق به دنیا نگاه کنه و میتونه تازه از اون مرحله عشق ورزی رو در دنیا تجربه کنه. مرحبا. پس این من حقیقی ما ببینید چقدر با ارزش هست، چقدر مهمه برای اینکه ما بتونیم به زیبایی درون خودمون پی ببریم، به دوست داشتن خودمون و در نهایت به عشق برسیم. اینقدر این اهمیت داره. بله، من نمیدونم چجوری تشکر بکنم از شما. میدونیم فریم خانم، همونطور که شما هم در رشته روانشناسی ملتفت شدین، بیشتر از من، بهتر از من، آن است که کسانی مثل یونگ، بلخص کسی که بنده بهش بی اندازه احترام میذارم، تمام همش این بود که نشون بده چگونه این لایه های مختلفه که ما داریم رو باید بشناسیم و این بحث پرسونا یا ماسک های مختلفه که ما داریم در مقابل الگوهایی که ما انتخاب میکنیم، آرکتایپ هایی که داریم، و حالا اگه فروید رو هم ما بخوایم اینجا دخیلش کنیم که چگونه ما یه جنگی داریم بین اون چیزی که هستیم و اون چیزی که میخوایم نشون بدیم و بعد به یه اعمال و رفتاری دست میزنیم که بهش فروید میگفت دیفنس مکانیزم، یعنی قوای دفاعی. ما میبینیم که چگونه این مسائل جدیدی که حتی همونطور که شما فرمودین کسانی که در شرق بودن، کسانی مثل خیام، کسانی مثل مولانا، کسانی مثل کریشنا، شاید تأثیرات زیادی روی این روانشناسای جدید گذاشتن، اما تو که خود یونگ از آن میکنه که چقدر تأثیر گرفته. آیا شما فکر میکنید که این آگاهی به این که من حبیب بایستی با خود حقیقی خودم در تماس باشم، آیا این فقط به یک اراده زمانی حل میشه یا اینکه قدرت این رو من باید داشته باشم که الگوهام رو عوض بکنم، اهدافم رو عوض بکنم، که از زنجیر منیت، من بهترم، من برترم، رهایی پیدا کنم؟ چون الان همه ما میدونیم که وقتی ما این عبارات رو به کار میبریم در حقیقت داریم به حقارتهای خودمون اذعان میکنیم و به ضعفهای خودمون اذعان میکنیم. چگونه برای من در قرن 21 که عاشق این بیان شما هستم که بایستی من به من حقیقی خودم نزدیک بشم، چگونه من در این سن بتونم بهش برسم یا یه جوان بهش برسه یا یه پدر و مادر باید بهش واقف باشه؟ چی کار باید کرد حقیقتا؟ بله، ممنونم از سوالتون که به درستی بهتر از من، خیلی بهتر از من جواب اون رو میدونید. آقای دکتر، برمیگردیم به دوران سقراط بعد از زرتشت بزرگ که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو رهنمای انسان میدونست و انسانها رو به این موضوع متمرکز
مرکز می کرد که ما همه با هم برابر و یگانه هستیم و از گوهر با هم یکی هستیم، مانند اعضای یک پیکر که دی بزرگوار این رو به توصیف کرد و یادگار موند. و بعد لوحه کوروش، منشور حقوق بشر کوروش، بر اثر این رهنمون پدید آمد. پس از اون سقراط بزرگ همین کارو در آتن با جوانهای یونان انجام میداد که وقتی سر راه میخواستن به کلیسا برن، اونا رو نگه میداشت و ازشون میپرسید که آیا برای چی اونجا میخواید برید، و از اونها میپرسید که دنبال چه هستن، عدالت رو چجوری میبینن، حقیقت رو چجوری میبینن، و از اونها میخواست که درباره این مفاهیم فقط تفکر کنن، فقط فکر کنن و بیچون و چرا چیزی رو نپذیرن. بزرگترین و اولین توصیه‌ای که میشه از معلم بزرگ خودمون زرتشت، سقراط و بزرگان دیگر بگیریم اینه که چیزی رو بدون چون و چرا نپذیریم. از قدرت فکر و اندیشه خودمون استفاده کنیم و در پی پاسخ باشیم، پرسش‌های بسیاری رو مطرح کنیم و به دنبال پیدا کردن این پاسخ‌ها بریم. ما الان در دورانی زندگی می‌کنیم که منابع اطلاعاتی ما فوق‌العاده است، فوق‌العاده، بی‌نهایت. یعنی هر کسی به هر شکلی با هر توانایی میتونه به بزرگترین و بهترین منابع اطلاعاتی دنیا دسترسی پیدا کنه با هر زبانی که میخواد. از اونها غافل نشیم. چیزی که بشر رو به این درجه رسوند که در پی تخریب یکدیگر برآمد، به دلیل برتری جویی خواست بر یکدیگر غلبه کنه و به خاطر زیاده خواهی به حقوق یکدیگر تجاوز کردن و تا حد گرفتن جان یکدیگر که شاید در حتی در گفتنش راحت نباشه برای انسان که بتونه تصور کنه انسان به یک همچین درجه میتونه رسیده. برای پیشگیری از این در واقع صفات غیر انسانی به این منابع مراجعه کنند. اول از همه این سوال که معانی این مفاهیم چیست و اون چه که به ما گفته شده بریم خودمون تحقیق کنیم ببینیم که معنی اینا چیه و این اساس و پایه اینها کجاست، و در پی این پرسش میتونن به دنبال پاسخ در همه منابع بگردن. پس من میتونم خدمت شما بگم که اول نپذیرفتن بدون چون و چراست، به عنوان که به خاطر اینکه ما قدرت تفکر داریم، این تفکر رو برای این به ما دادن که ما خودمون بیاندیشیم. اگه قرار بود دیگری بیاندیشه و به ما القا کنه، خب این رو به ما نمیدادن، به یک افراد خاصی اینو میدادن. پس این توانایی در همه ما هست. مورد دوم این که مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، برای زندگی خودمون یک پژوهشگر بشیم، یک پژوهشگری که روز به روز سوالهای بیشتر و پاسخهای بیشتری پیدا میکنیم و آنچنان پر نور میشیم که از نور ما دیگران هم روشن میشن. هر جا میتونیم این دانایی خودمون رو گسترش بدیم، پژوهشگر باشیم، مطالعه کنیم و از این منابع سرشار استفاده کنیم. مولانا در زمان خودش به علومی واقف شد و دانشمند دوران خودش بود. شمس تبریزی که با مولانا آشنا شد، برای همین منظور که مولانا رو که به صورت یک قطره‌ای بود که ملاحظات مردم، صحبت‌های مردم، شهرت و محبوبیت براش بسیار اهمیت داشت و تا اون حد بود که به قول شمس نیازی نبود به خود نگری کنه، خود نگری کنه و خود بازبینی کنه. شمس مولانا رو فقط به خودشناسی تشویق کرد و گفت این فقط از یک راه امکان پذیر هست که این ملاحظات و این جلوه ها برای تو ناچیز بشه، از بین بره، اینا خاصیتش رو از دست بده.
هر چقدر که تو برات مهمه که شهرت و محبوبیت داشته باشی، تو رو بیشتر از وجود خودت دور میکنه و از این کار مهمت در این دنیا دور میکنه. دانشی که بدون بر پایه خودشناسی استوار نباشه، بدون خودشناسی باشه، دانشی است که برای فرد سودمند نیست، میتونه برای دیگران سودمند باشه، اما به هیچ وجه در راه آسایش و آرامش فرد نمیتونه بهش کمک بکنه. شمس از مولانا خواست که خودشناسی کنه، دست از این یعنی زیبایی و جذابیت این مظاهر براش از بین بره و بشینه در خودش فرو بره و خودش رو بشناسه و با اون شناخت بتونه به راز رمز و راز هستی پی ببره و به حقیقت هستی پی ببره و وجودش رو مملو از عشق کنه. چون بعد از در واقع زرتشت و کریشنا و سقراط و همه اینها پیروان مکتب عشق بودند، با عشق و محبت و به صدا مهرورزی به یکدیگر و خردورزی میخواستن که انسانها رو به هم نزدیک کنند و انسانها در خدمت یکدیگر باشند و به یکدیگر مهر بورزند. مولانا هم وارد این وادی شد، وارد وادی عشق شد به جای وادی ترس و خوف و وحشت از خالق هستی. بله بله به به. اینطوری که من متوجه میشم از بیانات اهلای شما، سوال کردن به معنی ضعف نیست، به معنی این نیست که ما میخواهیم انتقاد بکنیم، کسی رو پایین بیاریم، مقامی رو بیارزش بکنیم، بلکه سوال کردن نتیجه وسعت اندیشی ماست. سوال کردن برای آن است که ما حجاب‌ها، ابرهایی که ما را از حقیقت و واقعیت خودمون که یک انسان جامعی باشیم دور میکنه هست. یعنی این رو من درست فهمیدم فریما جان که شاید سقراط حکیم موقعی که این جوانها رو میخواست به سوال تشویق بکنه، نه اینکه میخواست اونها رو گمراه بکنه، بلکه میخواست مطمئن بکنه اونها رو که اگر سوال بکنن که چرا اصلا تو این صف واستادن، چرا به این اعتقاد رو آوردن، هدف چیه؟ و بعد این سوال معروف پیش میاد فریما جان که آیا نقش عرفان، نقش دین، نقش فلسفه، نقش علم که تا حدودی میتونه نتیجه خود این انسان شناسی یا طرق مختلفه بررسی این انسان شناسی باشه چیه؟ آیا عوامل خارجی مثل دین، مثل علم، مثل فلسفه، اینها راه گشان یا فقط زمینن برای اینکه من بتونم سوالای دقیق تری رو مطرح کنم؟ بله خب به هر حال ایده های مختلفی در این باره هست، اما اون چه که من حس می کنم باهاتون در میون بذارم، در واقع اینها بیشتر زمینه هستن. تمام علوم، دانش زمینه هایی هستن که ما بتونیم از اینها کمک بگیریم و بتونیم بر فضیلت های انسانی خودمون بیافزاییم. هدف اصلی انسان شدنه در این راه، در این چند روز زندگی که خیام و حافظ و فردوسی بزرگ به ما یادآوری میکنه که ما چند روزی مهمان این دنیا هستیم و این زندگی رو تجربه میکنیم. پرسش اولین در واقع آگاه شدن بشر از وظیفه انسانی خودش هست. اولین باری که پرسشی
برای بشر ایجاد میشه که من برای چی اینجا هستم؟ هدفی آیا والاتر و بالاتر از خور و خواب و شهوت دارم؟ آیا اثری باید از من باقی بمونه؟ آیا من در زمینه میتونم رشد کنم؟ و قراره که من اینجا چی بشم؟ مثل آدم به این دنیا آمدم و این انسانی که دربارش صحبت میکنن این کی هست و قرار و آیا من هستم؟ آیا در راه اون رسیدن به اون هستم؟ هدف غایی ما، نهایی ما، همطور که بزرگان ما به ما گفتن، راهنمایی کردن، در این تجربه زندگی انسان شدنه و به فضیلت‌های انسانی آراسته شدنه. همه این عوامل بیرونی که شما برشمردید، مثل دین و دانش و همه آیین و همه حتی تربیت، عوامل محیطی، اینها باید زمینه باشه که کمک کنه به ما برای این رسیدن به این هدف بزرگ و انسان شدن ما. برای همینم هست که اگر پشتوانه اینها، سرمایه اینها در واقع، یا بیشتر بگم مایه اینها، خودشناسی نباشه، اینا همه به هدر میره، بیهوده صرف میشه. دلیل صحبتم اینه که ما دانشمند بسیار داریم، کهکشان ها رو شکافتن، در واقع کهکشان ها رو کشف کردن، ذره اتم رو شکافتن، اما متاسفانه پژوهشگران بزرگ علوم انسانی به ما میگن که هنوز بشر ذره ای از وجود خودش رو نتونسته بشناسه و اگر میشناخت اینطور به جهت در جهت تخریب خودش پیش نمیرفت و اینقدر به عواملی دلبسته و وابسته نمیشد که بسیار از خودش حقیرتره. انسان والاتر از اونیه که به چیزی که دست ساز خودش هست آنچنان وابسته بشه که دیگه به اون اعتیاد پیدا کنه و دیگه روز به روز از جوهر وجود خودش دور بشه. این دور شدن از جوهر وجود، آقای دکتر، این معضل رو، این تباهی رو برای بشر به وجود آورده که بشر وقتی دارای فضیلت نشه، اخلاق و وجدان و شرافت در اون رشد پیدا نمی کنه و این یافته ها و داشته هاش در جهتی میره که برای تخریب خودش و جامعه و طبیعت به کار خواهد رفت. نیروی خرد که ما مرتباً دربارش میشنویم و دربارش مطالعه میکنیم که ببینیم معنی درست خرد چیست، واقعاً این خرد که زار بیت در شاهنامه درباره اون گفته شده و اون هم یکی از راه‌های نجات بشر از سیاه‌چال تباهی هاست، تخریب و خود به اصطلاح خود تخریبی است. معنی درست این چیست؟ این نیرویی که قرار ما نیک و بد رو بشناسیم، تمیز بدیم، خیر و شر رو بشناسیم، این نیرو نیروی خردمندی ماست که باید در اثر این پرسش ها و جستجو برای پاسخ به اون، به این نیروی خرد ما دست پیدا کنیم. دانشی که پشتوانه این خردمندی رو نداشته باشه در جهتی میره که ممکنه تخریب ایجاد بکنه. دانشی که این خردمندی رو با خودش همراه و در خودش آمیخته نداشته باشه میتونه در جهتی بره که بشر رو به نابودی بکشونه و یا در جهت استثمار افراد دیگه، یا در جهت سوء استفاده از دیگران، یا در جهت تجاوز به حقوق دیگران. و اون چیزی که ما در دنیای امروز متاسفانه بسیار شاهد اون هستیم و از همه از این پرسش به وجود میاد که من اگه قراره در این دنیا زندگی کنم با چه نیرویی باید بد و خوب رو تشخیص بدم؟ این دانش من، توانایی من، ثروت من و همه داشته های من به چه سو هدفی باید بره؟ اگر به سوی رسیدگی، محبت، عشق،
بهتر شدن زندگی خودم و دیگران، جمعی که همه اعضای یک پیکر هستیم، میره، من خردمند هستم و این داده ها و داشته ها و آموزه ها و همین چیزهایی که یاد گرفتم در جهت درستی، در جهت خردمندی پیش میره، و اگر این داشته های من در جهت مخالفه و من رو مرتب از دیگران جدا میکنه و احساس میکنم که میخوام برتر باشم، میخوام فقط من باشم و دیگران نباشند و یا پایین تر باشند و یا حق و حقوقشون رو بتونم ببرم، به هیچ وجه نور خردمندی در این وجود و در این یافته ها و دانش ها نیست. در نتیجه به نظر من همه اینها زمینه ای باید باشه برای اینکه ما انسان بهتری بشیم، روز به روز بهتر بیاندیشیم، تحول در زندگی خودمون ایجاد بکنیم، افکار پوسیده و کهنه رو به دور بریزیم و به جاش با پیدا کردن پاسخ برای پرسش هامون بتونیم که افکار تازه بیاریم جایگزین اون افکار کهنه کنیم. من حقیقتا تحت تاثیر بیانات شما قرار گرفتم، چون شما یه قدرت فوق‌العاده‌ای که دارین آن است که مفاهیم عرفانی، روانشناسی، فلسفی رو آنقدر خوب درک کردین، نه فقط حفظ، که قادرین به زبون خیلی ساده اون رو عرضه بکنید. میدانید یکی از علائم فهم و درک آن است که چگونه ما بتونیم اینها رو به زبون ساده‌ای که مردمی هست بیان بکنیم، و من ممنونم از این صفت شما. خواهش میکنم، باید اینطوری باشه آقای دکتر، من اینا رو تدریس میکنم، در نتیجه این توفیق رو دارم که بتونم اینها رو با زبانی بگم که مفهوم باشه و بعد زبان ساده دلنشین میشه برای عزیزان. بله بله بله، کاملا صحیحه. یه نکته ای که شما فرمودین که خیلی من مشتاقم یه مقدار روش تاکید بیشتری بکنیم، به نظر میاد خرد با فقط عقل داشتن فرق میکنه، چه بسا کسانی که خیلی صاحب دانشن، صاحب عقل هستن، به زینت عقل مزینن، ولی خرد به نظر میاد به توصیفی که شما فرمودین و بنده هم با شما هم نوا هستم، که با عشق در حقیقت یکی میشه و تفاوتی یک فرد نمیبینه بین عشق، عاطفه صحیح و خردمندی. این یه نکته بود که من از شما دریافتم. و دوم آنکه در حقیقت این خرد یک وسیله‌ای برای ارزشیابی انسان شدن میده، و توسط این میزان ما میتونیم اون زمینه‌هایی رو که در ابتدا بحث کردیم، مثل دین، مثل فلسفه و و و رو ارزشیابی کنیم، یعنی به اون اعتقاداتی بریم که در حقیقت خرد ما رو وسیع تر میکنه، انسان بودنمون رو جامعه تر میکنه، و از اون عزت فردی و عزت جهانی کم نمیکنه. یعنی ما سؤالی هم که شما مطرح کردین اینطوری که من الان دارم میفهمم فریما جان عزیز، آن است که آیا واقعا این زمینه ها، هر اعتقادی که دارم، چه مذهبی چه غیر مذهبی، آیا این رو دارم استفاده می کنم که روی اون خرد جهانی که دارم سرپوش بذارم، چون به تقلید و تنقید پرداختم، یا اینکه کمکم می کنه فریمای حقیقی بشم، و فریمای حقیقی اونیه که نه خودشو برتر میدونه، نه بهتر میدونه، بلکه جزئی از کل میدونه، و سعادت کل
سعادت جزء و شکوفایی جزء شکوفایی کل رو فراهم میکنه. درست متوجه شدم یا خیر؟ خواهش میکنم. به زیبایی تمام فرمودید آقای دکتر، به زیبایی تمام. بله، خرد رو برای همین در پاسخ به فرمایش شما آوردم، بحث خرد رو، برای اینکه حقیقتا وسیله است برای معیار زدن و محک زدن ما برای انسان شدن، که این نیروی خودمون رو، نیروهای خودمون رو، هر چی که هست، دانش هست و یا مثل پهلوانان شاهنامه نیروی بدن هست که میتونستن کوه رو تکون بدن و اون همه توانایی ها رو به کار ببرن برای نگهداری یک سرزمین و برای حفظ آرامش و آسایش مردمان یک سرزمین، این توانایی ها رو ما در چه راهی به کار میبریم؟ در راه مهرورزی، در راه عشق ورزی، در راه کمک به یکدیگر، در راه به قول فرمایش شما بالا بردن همه با هم، همه با هم دیگه بالا بریم و به جای نفری و نظر به منافع شخصی پا بذاریم روی منافع عمومی و خودمون رو جدا بدونیم از بقیه، یا برتر بدونیم، یا در واقع حتی پایین تر بدونیم، قرار نیست اینطور هم باشه. و این نیروی خرد میتونه بزرگترین معیار ما باشه. روزی که انسان با این معیار آشنا شد و در این ترازو برد اعمال خودش رو، حتی پندار خودش رو، افکار خودش رو و گفتار و کردار خودش رو، اون روز میتونه متوجه بشه که در واقع نور خرد بر وجود اون تابیده شده و اون با این نور الان میتونه آگاه بشه، بیدار بشه و میتونه بسنجه نیکو از بد. بله بله بله، ثروت و دانش ها و خیلی از پدیده های دیگر بدون نور خرد نمیتونه خدمتی به انسان، پس به انسان شدن بکنه. من یه چیز دیگه ای هم که از شما آموختم فرماجان آن است که وقتی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک که جناب زرتشت تأکیدن بهش ایشون منصوب است، پس نیک رو در حقیقت ما به عنوان این میبینیم که چقدر جامع است، چقدر نفع عمومی دارد و چقدر وحدت کیهانی رو حفظ می کند. بنابراین نیک به معنی یک پدیده اعتقادی که نیک چون ایشون میگه یا نیک به خاطر اینکه نفعش به این میرسه. آیا شما هم همین پدیده رو، من خیلی روی این بیان تأکید کردم برای اینکه خودم بهتر بفهمم، فرما جان اگرچه من زیاد چیزی هم نمیفهمم، که واقعا نیک بودنی که مورد نظر این متفکر عالی قدر بود آن بود که هر چیزی که نفع جهانی نداشته باشه، و جهان فقط انسانم نیست، طبیعت میتونه باشه، تمام اجزای وجود داشته باشه، اگر این نباشه شما به انسان شدن نه تنها نزدیک نشدین، از حیوانم شاید که فقط با غرایز کار میکنه پستر شدین. آیا من این مفهوم نیک رو درست میفهمم؟ پس بنابراین این مقصودش این نبوده که گفتار نیک یعنی این که شما اگه اومدین و زرتشتی شدین یا مسلمان شدین یا بهایی شدین یا اکس شدین یا وای شدین شما اهل نیکین، چون امکان داره من تمام اونا باشم ولی بویی از نیکی نبرده باشم. درست میفهمم یا خیر؟ راهنمایی بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر. زرتشت، تفاوتی که آیین زرتشت با بقیه ادیان داشت که تحت
دنیای غرب تحت تاثیر این آیین و این رهنمون ها قرار گرفتن این بود که اولین در واقع اخلاق گرا بود زرتشت و بشر رو اولین کسی بود که بشر رو به تفکر وامی داشت. می گفت من به شما میگم که مثلا چی نیکه چی بده، اما از شما میخوام که درباره این تفکر کنید و اگر شما با نیکی ها بسازید و با بدی ها در این دنیا مبارزه کنید، شما در واقع شریک خداوند میشید، شما با خداوند همکاری میکنید در روی این کره خاکی و یار و همراه خداوند میشید. ببینید که در واقع ایشون چقدر جهان شمول این تعریف نیکی برای زرتشت بزرگ که بشر رو تا این درجه مقامش رو والا میبره که اگر با بدی ها مبارزه کنه میتونه با خداوند در این کره خاکی همکار و نماینده اون باشه که با نیروهای اهریمنی در نبرد باشه. و من فکر میکنم که ما در یک جهت داریم با هم صحبت میکنیم حتما. پس یعنی در حقیقت فرما جان شما یک کلید دیگه هم به بنده و بینندگان و شنوندگان دادین. وقتی میگوید اهریمن یا شیطان، در حقیقت اینا قوایی هستند که ما انتخاب میکنیم و شاید من نمیخوام این رو بغرنجش بکنم، این زدین یا دیالکتیکی که اینها در حقیقت بهش اشاره میکردن قبل از حتی هگل این بود که حتی کریشنا وقتی میگفت من مجازی من حقیقی، اهریمن و اهورا مزدا رو در حقیقت داشت توضیح میداد، ولی اینها به هر کدومشون بر حسب سنخ فکری خودشون یه واژه های مخصوص خودشون رو داشتن. پس من میتونم بگم فرما جان که نیک یعنی قابلیتی که من پیدا میکنم که اون افکار، عواطف، اعمالی که اهریمنیست، شیطانیست یا معنیش میکنم ضد انسانیست، اونها رو بشناسم، خودشناسی، و با اونها قدرت مبارزه و جهاد داشته باشم، جهاد معنوی، جهاد کبیر اکبر، به جای اینکه با هم بجنگیم به صورت جسمانی با این افکار بجنگیم. و شاید فرما جان این خرد یعنی اینکه چقدر من واقعا در این مبارزه موفق میشم. آیا درست فهمیدم یا خیر؟ خواهش میکنم. بله، نیروهای اهریمنی در واقع همون مفهوم نفس هست که عرفا بهش اشاره میکنن که در واقع به جای نیروهای خوب نیک وجود ما به ما میخواد دستور بده که کارهایی بکنیم که ضد انسانی است، همطور که فرمودید، به ما دستور بده که به دیگری حق دیگری رو پایمال کنیم یا از کسی سوء استفاده کنیم یا همه صفات بدی که خلاف وجدان و اخلاق و فضیلت های انسانی است. نبرد نیک و بد در وجود ما از ما انسان ها از زمانی که یک مقداری با زندگی با تفکر خودمون آشنا میشیم و تا پایان عمرمون این نبرد با ما همراهه، نبرد این نفس و نبرد نیروهای عقل کل و نیروی خرد. ما با نیروی خرد میتونیم بر این نفس خودمون غالب بشیم و میتونیم این نفس رو که ما رو از انسان شدن دور میکنه با اون بجنگیم. این بتل، این در واقع نبرد همه عمر همراه ما هست و خردمند همطور که فرمودید کسی است که غلبه پیدا میکنه بر این نیروهای اهریمنی وجود خودش. مرحبا، من یک
واژه دیگه ای شما به کار بردین. البته ما در این جلسات بعدی که با هم خواهیم داشت به اینها بیشتر میپردازیم. عقل کل، آیا شما عقل کل رو به عنوان واژه‌ای که مجموعه خردهای جزئی است به کار میبرید، یا معتقد هستین که یک خرد کلی وجود داره، حالا به هر اسمی که ما بخوایم اون رو بنامیم؟ بله، از مولانای بزرگ کمک میگیرم در این باره که میفرمایند بشر با یک خردمندی، با یک عقل کلی که قسمتی از اصالت خودش هست و از اون در واقع جوهر وجودی خودش هست که به اون عشق بزرگ، به اون کل وصل هست، از اون در وجود هر شخصی ودیعه گذاشته شده وقتی به این دنیا میاد و در یک زمانی از زندگی انسان به آگاهی میرسه که متوجه اون میشه. همون باز برمیگردیم به بحث گذشتمون و اون اینه که اولین باری که بشر این سوال براش پیش میاد که من برای چی در این دنیا زندگی میکنم، هدف من از زندگی در این دنیا چیست، آیا هدف والایی پشت سر این همه پیچیدگی وجود و این همه قابلیت‌هایی که به من به عنوان یک انسان داده شده، هدف والایی پشت سر این هست یا خیر؟ این اولین لحظه است که انسان از نور خرد وجود خودش آگاهی پیدا می‌کنه و بعد کم کم می‌تونه به اون آشنا بشه با اون و می‌تونه اون رو تقویت کنه. همطور که شما فرمودید این خرد از قطره است، از یک دریای عشق و دریای در واقع جاودانگی که در وجود همه ما هست و توفیق باشه که کسی بتونه در دوران زندگی خودش این رو کشف کنه و به این رسیدگی کنه و بتونه بالاخره این قطره رو به اون دریا وصل کنه و احساس جاودانگی و در واقع به عشق برسه و احساس شادمانی و جاودانگی بکنه، از ضعف‌های خودش بیاد بیرون. ممنونم. فریما جان، من نمیدارم چجوری از شما تشکر کنم. خواهش بکنم. فقط بایستی به شما عرض بکنم که شما دریچه هایی رو باز کردین که من فقط تقاضا میکنم از بینندگان، شنوندگان، که این محاوره رو نه یک بار بر چندین بار گوش بدن و روی نکات بنیادینش تمرکز و تأمل و تعمق بکنن. هدف نه من نه شما آن است که بخواهیم به اعتقادات آموخته های کسی اعتراض بکنیم، بلکه ما میخواهیم فقط بیشتر زمینه‌های انسان شدن رو فراهم بکنیم و نشون بدیم که انسان شدن هم یه پدیده نیست که با زمان و مکان بتونه تموم بشه. یک دریای عمیقی است، کلی است که هر روز ما بهش نزدیک میشیم ولی هیچ موقع کامل نمیشیم، چون اگه کامل بشیم فنا میشیم، چون میگیم دیگه وجود بیشتری رو نداریم و اونجاست که مطلق گرایی به وجود میاد، بنیاد گرایی به وجود میاد. شما نمیدونین خود بنده چقدر استفاده کردم از بیانات شما. برای اینکه یک نتیجه گیری بکنیم فریما جان، تا برنامه آینده، ماه آینده، شما اگر بخواهین تمام این مفاهیم و موازی رو که مطرح شد به صورت اجمالی در 5 دقیقه که لزوم توجه به این موازی چی هست و چه پیامدهایی رو داره اگر ما بهش توجه بکنیم، بفرمایید. تمنا میکنم شاید هم کوتاه‌تر بتونم اینو جمع‌بندی کنم که استفاده کنم از نتیجه گیری شما. من فکر میکنم که نپذیرفتن هر
موردی بدون چون و چرا و اینکه تفکر در زندگی خودمون نداشته باشیم یکی از دلایل عقب ماندگی ما میتونه باشه. اولین بارقه رشد در انسان پرورش تفکر خودش هست و سوال برانگیختن درباره هر موضوعی که اطرافش هست و میخواد که اون رو به عنوان یک حقیقت و یک فکت بپذیره. مورد دوم این که بسیار منابعی هستن که به ما کمک میکنن در این راه و اگر ما شخصی هستیم که مرتب این سوال برای ما پیش میاد که چرا انسان‌ها به این درجات میرسن که میتونن اینقدر رنج ببرن و تا این حد رنج بدن، اگر این سوال برای ما هست و ما کسی هستیم که میخوایم بدونیم که به چه طریق میشه این رنج ها رو کاهش داد، منابع بسیار زیادی هستن که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. ما درباره حکمت خسروانی صحبت میکنیم، درباره اون چه که شرق داشته، اون چه که ایران زمین داشته، اون افتخاراتی که ما داشتیم. اگر ما اینها رو از اینها استفاده نکنیم برای تحول خودمون، برای تحول فکری خودمون، برای بهتر شدن زندگیمون، بهتر شدن افکارمون، برای انسان شدن، برای لذت داشتن، برای بیدار کردن وجدان و شرافت در وجود خودمون، برای برابری با انسانهای دیگر، مهر ورزیدن با انسانهای دیگر، برای اینکه صدمه نزنیم، از دست و زبان ما کسی رنج نبینه، اگر از این حکمت ها، از این فلسفه ها، از این افکار بزرگان استفاده نکنیم، ما در سیاه چال خرافات مدفون خواهیم شد و کتاب های ما، منابع بزرگ ما هم در کتابخانه های ما زیر خاک مدفون میشن. ما در این فرصت کوتاهی که چند روز زندگی است برای رشد خودمون و برای انسان شدن خودمون کار کنیم. من چجوری تشکر بکنم فرما خانم؟ حقیقتا نمیدونم چگونه تشکر بکنم، ولی همین که من و شما این فرصت رو داشتیم این مسائل رو بررسی کنیم، بزرگترین شاید پاداشی که برای من هست و برای شما آن است که یک وسیله‌ای باشیم، حتی اگر ناقابلیم، برای اینکه عشق رو در قلوب مردم بیشتر بکنیم، خردورزی رو فراتر بکنیم، بغض و کینه ها رو کمتر بکنیم و به تفاوتایی که مردم دارن به عنوان گلهای یک گلستان نگاه بکنیم، همه رو نخواهیم مثل خودمون بکنیم، اگر یه تفاوتای سوری داریم اونا رو جوهری نگیریم. نمیدونین چقدر این بحث مفیده و من با تشکر از شما میخوام این بحث رو تمام بکنم و انشالله در ماه آینده دنبال این بحث رو میگیریم، جوانب مختلفش رو میسنجیم تا شاید این فضا رو وسیع‌تر بکنیم. از صمیم قلب تشکر میکنم خانم شهراز عزیز. آقای دکتر، منم بسیار از شما تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به من دادید. واقعا کلمه زیبایی گفتید. بسیار بسیار ناقابل هستیم ما که بخوایم در این موارد با عزیزانمون صحبت بکنیم، ولی به عنوان یک انسانی که قلب تپنده برای همدیگر داریم به ما اجازه میدن که ما بتونیم در خدمتشون باشیم. از همه عزیزانمون که به ما توجه میکنن سپاسگزارم. قربان شما، ممنونم. قربان الطاف شما، فدای شما. بینندگان عزیزم، من نمیدانم آیا شما اون حظ و لذت باطنی که بنده بردم شما هم انشالله بردین. یک خانوم فرهیخته‌ای، سن کم ولیکن صاحب کمالات لاتحصا،
از همه مهمتر خضوع ایشان، خشوع ایشان، وسعت علمی ایشان، اینها ذی قیمت است، اینها جواهرات عالم وجودند، اینها ملائکه عالم انسانی هستند. ما ملائکه ای مثل جبرئیل و میکائیل رو میخواییم توی آسمون ها پیدا بکنیم، ولی ملائکه همین نفوسن و من مفتخرم و شاکرم به درگاه حق که موفق میشم که این نفوس رو بشناسم و اونها رو ازشون دعوت بکنم که شما هم بدانید که ذخایر عالم انسانی که ما داریم در جامعه ایرانی مستقل از مذهب، مستقل از مرام بیشمار است و اونهایی واقعا مفیدن که به تقلید نپردازن، نیان و این تلویزیون رو وسیله برای اعتقادات خودشون و برتری اعتقادات استفاده نکنن، بلکه انسان شدن رو ملاک همه چیز بگیرن. من حقیقتا تشکر میکنم از ایشون و امیدوارم که شما هم با تعمق در سوال کردن، تعمق از این که باید خرد رو استفاده کرد، شما هم از ایشان بدین نه تشکر کنید. در اینجا در این 5 دقیقه 10 دقیقه که فکر میکنم دارم، به یک سوال میتونم فقط جواب بدم و آن این است که سوال شما عبارت است از که آیا در عالم اعتقادی میتوان هم معتقد بود و هم به سوال و جواب پرداخت، حالان که اعتقاد بدین معنی است که ما راه رو یافتیم و اگر به این راه ادامه بدهیم دیگر احتیاج به سوال و جواب نیست؟ و بعد ادامه می‌فرمایید به همین دلیلم هست که اونهایی که سوال و جواب بعد از رسیدن به اعتقادات راسخه خودشان هست پیدا می کنن، ما اونها رو از اهل گمراه می نامیم. نظر شما چیست؟ من در اینجا باعث خدمتون عرض کنم که سوال و جواب ربط اساسی دارد با اعتقادات، ولی هر اعتقادی که شما رو از سوال کردن محروم بکند بدین معنی است که شما اسیر شدین و اون اعتقاد شده زنجیری که شما رو کنترل میکنه. اعتقاد یعنی عقد بستن، فقط به یک چیز عقد ببندیم و اون عقد به انسان شدنه، عقد به فضیلت انسانیه. ما اعتقاداتمون نتیجه استفاده از خردمون و وجدانمون هست، نه بالعکس. یعنی هر چقدر ما عالم بینیم اون بیشتر بشه، جهان بینیمون بیشتر بشه، اعتقاداتمون هم عوض میشه. بنابراین اگر شما فکر بکنید که چون معتقدین نبایستی سوال در مورد اعتقاداتتون بشه، شما به من بگین آیا این از ضعف شما در مورد استحکام اعتقاداتتون نیست؟ اگر واقعا یه اعتقادی جهان شموله، اگر یه اعتقادی بر اساس خرد جمعیه، چرا نباید سوال کرد؟ چون سوال یعنی آن که من یه قسمتش رو ناهموار میبینم، من شاید اشتباه بکنم، ولی شما نباید از سوال من ناراحت بشین.
شما باید با عشق و محبت آنچه را که دارایید بنمایید. اگر من قبول کردم خب الحمدلله، اگر قبول نکردم ناراحت نباشید، من رو به حال خودم بسپارید، چون برای هر فردی زمانی برای بلوغ هست. ولی این بدین معنی نیست که شما بالغید و من بالغ نیستم. خوبه ای دقت بفرمایین سرور عزیزم، وقتی اعتقادی بخواهد شما رو جدا بکند، شما رو بهتر بکند، شما رو برتر بکند، شما رو عالم و مؤمن و هوشیار فرض کند، ما بقی عالم انسانی رو گمراه فرض کند، شما به بنده بگین دوست عزیز آیا نباید در مورد این اعتقاد سوال کرد؟ آیا ما به خاطر اعتقاداتمون زنده ایم یا اعتقادات ما وسیله ای هست برای پویایی ما و زندگی بهتر ما؟ پس بنابراین جواب سوال شما به نظر این حقیر آن است که شما هر اعتقادی رو، هر پیامی رو، هر فکری رو که جلو پویایی شما رو میگیره، زبان شما رو میگیره، فکر شما رو میگیره برای شکوفایی، از اون اعتقاد پرهیز کنید. چون وقتی خود شما اجازه بدین که چنین اعتقادات فرسوده‌ای، چه به صورت مذهب، چه به صورت سیاست، چه به صورت فرهنگ، چه به صورت سنت بر شما غلبه بکنه، اون موقع شما اسیر میشید، شما اون موقع انسانیت خودتون رو از دست میدین، اون موقع از همه مهمتر معنی زندگی رو از دست میدین. چون ما زندگی میکنیم که معنی پیدا بکنیم و اعتقادات ما، دین ما، سنت ما، فلسفه ما برای اینه که ما رو با معناتر بکنه، ما رو با وجدانتر بکنه. مردم رو قضاوت نکنیم، مردم رو درو ندونیم، چون اگر من شما رو درو بدونم یعنی یک درویی در خودم وجود داره، چون ذاتی که در من درش نداشته باشم چگونه میتونم تشخیص بدم که شما هستی یا نه؟ سعی کنید همه رو خوب بدونید، همه رو عاشق بدونید، همه رو انسان بدونید، و اگر کار خلافی میبینید با خردگرایی، با عواطف، با عشق راه صحیح رو انتخاب کنید. سعی نکنید کسی رو ذلیل کنید یا علیل کنید یا جلو پیشرفتش رو بگیرید، چون اینها نتیجه حقارت شماست نه نتیجه عزت شما. ذلت احدی رو نپسندید، چون اگر ذلت دیگران رو بخواین ذلت خودتون برسی ظهور میاد. پس بنابراین خیر، شما گمراه نیستی اگر سوال کنی، ولی سوال رو بکن نه برای آن که اسباب اختلاف بشی، نه این که بخوای یک گروهی رو پایین بیاری یه گروهی رو ببری بالا، نه، سوال بکن برای درک بهتر و برای وسعت انسان شدن. من دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم در اینجا، فقط میخواهم در مرحله اول تشکر کنم از شما بینندگان و شنوندگان عزیز، و همچنین مجدداً میخواهم از مهمان نازنینم فرهیخته گرانمایه فریما خانم تشکر بکنم، و به شما قول میدم که من تا 4 تا 5 ماه دیگر هر ماه از ایشون استفاده میکنم.
شما شاید باور نفرمایید، من الان یک سال هست که با ایشان درست آگوست پارسال در مورد این برنامه ها ما صحبت کردیم و این مسائل رو بررسی کردیم و خوشحالم که این فرصت ها الان فراهم می شود. عرض آخر بنده آن است که از همه چیز بگذارید و به مقام انسان عامل باشید، مقام انسان رو عزیز بشمارید و انسان بودن رو در این بدونید که به خدمت جمیع من علی الارض قیام کنید، تمام عالم انسانی رو یک هیکل بدونید و درد یک جز رو درد کل بدونید و سعادت کل رو سعادت جز بدونید. نتیجهش اینه که استراب شما رو نمیگیره، پژمرده نمیشین و میدونید که تنها نیستید، چون تمام کائنات با شما خواهد بود. التماس دعا دارم و امیدوارم که هفته آتیه خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.